در انسان سالم انقباض مایشهی که نقش اصلی را در تنفس آرام و طبیعی چی رو داره میگه؟ داره دیافراگم رو میگه. وقتی دیافراگم به حالت منقبض در میاد، به حالت انقباض در میاد، دو تا ویژگی داره. اولا داره حالت مسطح به خودش میگیره و وقتی مسطح باشه تو حالت دمی. وقتی به حالت استراحت در میاد حالت گنبدی شکل داره و تو حالت بازدمی. خب بریم سراغ سوال. انقباض دیافراگم با مصرف مواد مغذی مثل گلوکوز در یاخته های آن ماهیچه است برای انقباض نیاز به انرژی داره، بنابراین باید گلوکوز و مواد مغذی استفاده بشه. جواب میشه گزینه اول، احتمالاً بقیه گزینه ها غلطه. خب تو حالت استراحت، حالت استراحتش چی بود؟ میشد بازدم گنبدی شکل. وقتی هم که گنبدی شکل میشه سبب کاهش حجم شش ها میشه، تو حالت بازدم این دیگه کاهش حجم شش ها. پس این غلط. انقباض به کمک ماهیچه‌های شکمی، خب ماهیچه‌های شکمی همراه با دیافراگم وقتی منقبض بشن، نگاه کنید ماهیچه‌های شکمی اولا انقباضشون برای بازدم بود، انقباض دیافراگم برای دمه، پس نمیتونیم بگیم که همراه با کمک ماهیچه‌های شکمی منجر به ورود میشه. اتفاقا ماهیچه‌های شکمی چیکار میکنه؟ خارج میکنه. پس این برای بازدم عمیق. تو دم عمیق چی کمک میکرد؟ ماهیچه‌های گردن کمک میکردن. خب تو حالت استراحت بازدم گنبدی شکل، در کاهش حجم قفسه سینه هماننده. خب این درسته، این درسته، اینجا گفته بود افزایش، اینجا گفته کاهش، این کاهش درسته. هماننده جابجایی دنده ها به سمت بالا و جلو. دنده ها به سمت بالا و جلو که حرکت کنن اتفاقا حجم قفسه سینه افزایش پیدا میکنه، نه کاهش. یعنی این کاهشه با جابجایی دنده ها به سمت بالا و جلو در تناقض و گزینه 4 هم مثل گزینه 2 و 3 رد میشه. پاسخ این سوال میشه گزینه اول.